انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس یا عهد جدید به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد. زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر تحت نظارت انجمن کتاب مقدس ایران انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل مقدس به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانی آن بهره‌مند گردند. برای ترجمه تورات و نوشته‌های انبیای قوم اسرائیل یا عهد عتیق به زبان فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد که با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و نجات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. نامه پولس رسول به رومیان، فصل اول. از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فراخوانده است. خدا انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم و درخواست می کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم، شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. ای برادران، نمیخواهم بی‌خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همونطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمر یافتم در میان شما نیز بیابم، زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشن فکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان.
زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنانکه کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت‌آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته او است از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده‌های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می‌سازند و از یکدیگر بدگویی می‌کنند، از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی‌ها هستند و از والدین خود سرپیچی می‌کنند، بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌عاطفه و بیرحمن. و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگن، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند.